ترکیب تنظیمات در ساختار شکلی اهداف میتونه متفاوت باشه و این تفاوت تنظیمات گوناگون هم میخواد، حالا هدف کوچیک، بزرگ یا اون ویدیویی که قبلش تنظیم کردید و ترشد و تنظیمات قبل تصویرگیری در این مسئله. اگر کسی به طور مثال ویدیوهای 55 داده باشه، خب 11 پایین برابری داره با اون تو جدول برابری سیگنال ها هست. بالا رو 0 و پایین رو 11 قرار میدیم و این رو تایید میکنیم. خب این 11ش بنابر وضعیت ویدیوهای 55، ولی در صحنه اصلی کار عمدتاً ترکیب شکل اینها نباید شبیه هم باشه. اگر هم بود نهایت در سیگنال های بالا تفاوت باید داشته باشه، ولی الان ما سیگنال 5 پایین گذاشتیم که یه چیزی پایین دست تر از پول تب در نیکل هاست، چون نیکل آهن ها، نیکل مس ها و دسته ای از اینها نیکل آلومینیوم ها شبیه هدف میاد وقتی 55 دادید، ولی در صورت اینو باید تست کنید. خب الان ما وقتی شماره 5 رو میدیم، این ماسه 11 اینجاست و اینم در اینجاست. خب اینا همه چیشون تقریبا یک شکل و یه ترکیبه. این کد 15 است. کد 15 ببینید، این تو همه اینا ثابت بود، ولی اینا متفاوت شد، هی چهره ها شکلاش. خب اینم خودش یک نوع تفاوت فاحشه، ولی به اون میزان آشکار نیست. کد 20 رو که بهش بدیم، باز به کد 15 نزدیکتره، شباهتش به 15 بیشتره، ولی لایه ها رو بهتر مشخص میکنه. پس ترکیب عددی در انتها مطرحه. به غیر از اینکه اینجا دارید میبینید اینا تقریبا هم شکل هم بودن، زیاد تفاوتی هم نداشت. الان ما وقتی 5 پایین رو میدیم، که خب این اصول فقط ترکیبی تشخیص ها، چون اصلش ویدیوهای 55 میده، پایین رو 0 میکنیم، بالا رو 20 میدیم، خب این شکل رو به ما میده. حالا اگه ما پایین رو 11 بگیریم، خب اینشون مشترک، بقیهشون فرق. بالا رو 20 بدیم، باز ترکیبش به شکل 5 نزدیک هم. اگه در اینجا 15 رو بدیم، و باز 20 بالا رو بدیم، رو ترشد 45. این یه مقداری متفاوت تره. این یعنی این که من منابعی از ترکیب آلیاژ ها رو دارم، همونجور که هدف امکان داره داشته باشم، آلیاژ ها رو میتونم داشته باشم. خب اینه، الان این ستا تو ترکیب شکلیشون متفاوت بودن، مخصوصا 11 و کد 11 پایین، سیگنال 11 پایین و 15 با 20 بالا، اینا با هم متفاوت بودن. حالا اگه در 5 اشتراک داریم، اینا تصاویر نادریه که خیلی کمی اتفاق میفته، ولی باید در نظر بگیریم، چون به نوع تنظیم پایین دستتون هم وابسته است. الان مثلا اینجا بالا 18 بوده، پایین 11 بوده. خب این اگه 12 بود، اینایی که الان 11 ان پایین دستی ها میتونن شبیه هم باشن. تو 12 به بالا، بالا دستی ها میتونن شبیه هم باشن. یعنی پایین 12 بگیریم و بالا رو 20، اینجا 18. پس این همشکل بودن ها رو باید در نظر بگید، به سیگنال میان، سیگنال پایین یا بالا وابسته است. و ترش فولد بالا. الان 5 رو که بهش بدیم، کد 20 بالا برابر ترش فولد 45. خب این خودش 11 بود، 55 میده، میخوایم تفاوتاش رو ببینیم. 2، یه تک خط اینجاست، این اینجاست، یعنی من منابعی دارم. اینا منابع زمینه، اینا که میبینید به این صورت میاد، یه ذره پررنگش کنیم، اینا زمینه، اینایی که به صورت پاپیونه، اینا ربطی مثلث ندارن و زمینن و شرایط زمینه. پس در اینجا پولتب هم داریم، به غیر آلیاژ منابع پولتبی هم داریم.
یا منابع مانند نیکل ها و نیکل مس ها یا آهن ها، حالا کانیش بوده یا واقعیش بوده، اون رو باید کد خودش رو بده اپراتور بگیره. کد یک رو میدیم، یه دولکه داریم، حالا میایم دو صفرش میکنیم. خب در دو صفر یه همچین خروجی داریم، این یه دونه تک اینجا هست که میگه من منبع اصلی هستم از این دسته. حالا بدونیم در 11 چه اتفاقی میفته. 11 پایین رو میدیم که بی دی آی 55، اون 5 تست بودا، تست عملکردی تفاوت ترکیب تصویر و یا پولتب هست یا نیکلا هست یا اون دسته اصلی. 20 بالا برابر ترشولد 45، 2، 1. ببینید اصلا تصویر کاملا متفاوت، هیچ ارتباطی به هم ندارن. 2-0. ببینید الان تصویری که ما در اینجا از 11 به نسبت به 5 با 20ش در انتها گرفتیم، با اینکه ظاهرشون یکی بود یکسان نیست و اونجا پول تبه با 2 جواب داد، یک منبع کوچیک بود، اینجا میگه من احتمالا منبعی دارم، اون نو کدا نمیخونه، چون در اینجا هم یه حالت خطی میاره. حالا اینو باید برگردیم دیگه روی اون ترکیب، فعلا داریم بحث میکنیم بر روی شکل اصلیش، یعنی شکل تفاوت ها. حالا 15 رو بهش میدیم. وقتی 15 رو بهش دادیم، پایین 0 بالا 20، همه رو یه روش میدیم که ببینید منتهایشون انتهاشون با هم یکی نیستن. 2. خب اینجا مطمئنن آلیاژ ها منابع آلیاژی فلزات پوسیده مس روی امثال این هست. کد 1 این دوتا با اون که میگم ویدیو های 55 ترشد 45 این کار میشه کرد. و 2-0. خب در اینجا باز این منبع بیشتره، چون 2-0 اینم پاسخ درستی به ما نده، پول تبه بهتر پاسخ. حالا اصلا بحث این 15 نیست، چون نمیخوایم روی این کار کنیم، میخوایم روی 11 کار کنیم.